سلام و وقت بخیر بیننده های عزیز، با مهمترین رویدادهای خبری امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. در آغاز سرخط اخبار. با آغاز فصل سرما قیمت مواد سوخت در بامیان افزایش یافته است. 39 غیر نظامی ربوده شده توسط طالبان در جرلیز هنوز رها نشده اند. تلفات حمله موتربم بر یک کندک ارتش در غزنی به 30 کشته افزایش یافت. پزشک که بر یک کودک بیمار 10 ساله تجاوز جنسی کرده بود بازداشت شد. مشروع اخبار. بامیان در مرکز کشور یکی از ولایت‌های به شدت سردسیر و برفگیر است. همه ساله با آغاز فصل سرما و ریزش برف زندگی برای اکثر باشندگان این ولایت دشوار می شود. بر بنیاد آمارهای رسمی بیشتر از 60% باشندگان بامیان زیر خط فقر قرار دارند. از این رو تهیه مواد سوخت برای زمستان همواره از دغدغه‌های اصلی باشندگان این ولایت فقر نشین است. ساکنان بامیان همچنان میگویند با آنکه چندین معدن زغال سنگ در ولسوالی های این ولایت وجود دارد، اما دولت در زمینه استخراج قانونی این معدن کار نکرده است. با باوری آنان هرگاه معدن زغال سنگ بامیان مورد بهره برداری قرار گیرند، افزون بر پایین آمدن بهای مواد سوخت برای مردم شغل نیز ایجاد می شود و عایدات دولت هم افزایش می یابد. اداره های محلی بامیان می گوید که کندن بوته های کوهی را به صورت مطلق ممنوع نکرده است، بلکه جمع‌آوری آن از طریق حشر من اعلام شده است. عتیق الله عتیق معاون مالی و اداری ولایت بامیان در این باره گفت اداره محلی در تلاش آن است که چند معدن کوچک زغال سنگ در بامیان به قرارداد سپرده شود تا مشکلات مردم از ناحیه یا بالا بودن بهای مواد سوخت رفع شود. گفتنی است که بامیان یکی از ولایت های به شدت سردسیر و برفگیر در مرکز کشور است. همه سال از نیمه ماه عقرب تا ماه حمل سال بعد حدود 5 ماه هوا در این ولایت سردتر می شود و در بسیاری از بخش‌های این ولایت دمای هوا تا 30 درجه زیر صفر هم می‌رسد. با گذشت 5 روز از ربوده شدن 39 غیر نظامی توسط جنگجویان گروه طالبان، مهدی راسخ نماینده مردم ولایت میدان وردک در مجلس نمایندگان میگوید که این غیر نظامیان هنوز رها نشده اند. آقای راسخ گفت که تلاش ها برای رهایی این افراد از نزد جنگجویان گروه طالبان توسط متنفذان قومی در میدان وردک جریان دارد. جنگجویان طالبان 39 غیر نظامی را روز چهارشنبه هفته گذشته 5 قوس در منطقه سیاپیتاب ولسوالی جلیز میدان وردک بودند. این افراد از ولسوالی های حصه اول بهسود و سرچشمه این ولایت و ولایت بامیان به طرف کابل در حرکت بودند. یک منبع معتبر میگوید که این افراد توسط سید تقی مشهور به بچه سید فروتن که اخیرا به گروه طالبان پیوسته ربوده شده بود. مسئولان صحی در ولایت غزنی میگویند که در نتیجه انفجار موتر بمب گزارش شده بر یک کندک نیروهای ارتش در شهر غزنی دست کم 30 نفر کشته شدند. باز محمد همت رئیس شفاخانه یا ولایت غزنی به رسانه ها گفت که در این انفجار که صبح روز یکشنبه 9 قوس در ساحه قلعه‌جاوز از مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر غزنی رخ داده، 24 نفر دیگر نیز زخمی شدند. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی گفته است که این رویداد ناشی از انفجار یک اراده هاموی مملو از مواد منفجره بوده است که این هامو در یک کندک نیروهای ارتش در حوزه سوم امنیتی انفجار کرده است. تاکنون شخص و یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ولایت غزنی در جنوب کشور از ولایت های ناامنی است که در بیشتر نقاط این ولایت جنگجویان گروه طالبان حضور و فعالیت گسترده دارند.
و خبر اخرین که امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری میگوید پلیس کابل پزشک را که به گونه مکرر بر یک کودک بیمار 10 ساله یا پسر تجاوز جنسی کرده بود بازداشت کرده است. او صبح روز شنبه 8 قوس در صفحه فیسبوکش نوشته است که بر ریاست دفترش هدایت داده تا از وزارت صحت بخواهد که جواز تبابت این پزشک را لغو کند تا پس از رهایی از زندان به نام دکتر در جامعه جایی نداشته باشند. آقای صالح از این پزشک نام گرفته و او را درنده خوی و ابل صفت خوانده است. این پزشک در شفاخانه در حوزه 16 شهر کابل کار می کرد. او از سوی دیگر آقای صالح میگوید که از مجموعه 3700 فرد متهم به ارتکاب جرایم تاکنون 900 تنشان بازداشت شدند. او از مردم خواسته است که در بازداشت این افراد با پلیس همکاری کنند. تشکر و سپاس. این بود سرویس خبری امروز. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار.